درود بر شما. یک شنبه 12 آذرتون مصادف با 3 دسامبر سال 2023 1402 به نیکی. بنده اهورا نیازی هستم. با افتخارم اپیزود دیگری از خبر امروز رو براتون خوانش میکنم در ساعت 8:36 دقیقه. چرا 8:36 دقیقه؟ به سبب اینه که فاینال تاچ های خونه در حال انجام شدنه و میخوایم ضبط رو ببریم اونور و من حساسیتی دارم نسبت به اینی که خونه و زندگیمو نشون بدم. میدونی مثلا خانمای ایرانی دوست دارم همه چی پرفکت باشه، در نتیجه واسه همین تا به حال روم تور رو اینا نداشتم. خلاصه اینه که به زودی روم تور خواهیم داشت. بریم سراغ زادروزهای امروز. خیلی زادروز جذابی داریم. کوروش یغمایی دقیقاً در چنین روزی سال 1325 به دنیا اومده. کلی هنرمند به دنیا اومدن. نصرالله رادش به دنیا اومده. ناصر فرهودی صدابردار و صداگذار موسیقی به دنیا اومده. حجت اشرف زاده به دنیا اومده. اما 1369 توماج صالحی به دنیا اومده. خواننده رپ اعتراضی. آره. و همین امروز در رویدادهای ایران در سال 1358 تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده که به همین مناسبت روز جهانی معلولان، روز قانون اساسی و روز علوم اجتماعی در نظر گرفته شده. بریم سراغ سرتیتر اخبار و بعد از اون در چنین روزی. در بخش توییت خانیمون از دیجیاتو کلی خبر هوش مصنوعی میشنویم، اخبار کامپیوتر میشنویم، بازی میشنویم، ای آر میبینیم، چیزای جالبی با هم دنبال میکنیم. ما بقیه اخبارمون هم کلن میره مربوط به گوشی های موبایل میشه. بهترین گوشی های سال رو بررسی میکنیم تا گلکسی A55 سامسونگ. بله بله. اما دقیقاً در چنین روزی سال 2001، یعنی دقیقاً 21 سال پیش، سگوی رونمایی شد. سگوی به عنوان مهمترین و معروفترین وسیله حمل و نقل شخصی 20 سال اخیر شناخته میشه که توی ایران به سبب اینه که زیرساخت مناسبی نداره هنوز آنچنان طرفدار نداره، ولی به کشورهای اروپایی و آمریکایی اگر سفر بکنید خیلی اینو میبینید که مردم استفاده میکنن. حالا این مدل اسکوتر نه، انواع دیگرش بدون دستش و اینا. سگوی خیلی جالبه. صاحب خودشو کشت یا فکر کنم خیلی بد مجروحش کرد. صاحب خود این داشت استفاده میکرد و افتاد تو دره. جدی میگم. و توی یک تبلیغ تلویزیونی رونمایی شد. تو اون تبلیغ اصلا موفق نبود. در گذر زمان بسیار مشهور شد. اوه. هوش مصنوعی رایگان لئوناردو با قابلیت جدیدی به نام لایف کانواس مجهز شده که تو شما توش نقاشی میکشید. یا خدا نگاه کن چی خروجی میده. اوه. ادوبی چند وقت پیش انویدیا همینو معرفی کرده بود، فقط مسئلهش این بود که اون دشت و طبیعت میکشید، این داره پرنده و فکر میکنم هر چیزی بکشیم بهتون تصویر بده. وای خدای من خیلی جذابه. تو ویدیوی جدیدی که از سایبر تراک رونمایی شده هامر برقی رو شکست میده. بر اساس تجزیه و تحلیل فضای اینترنت در 9 ماه اول سال 2023 حدود 73% از ترافیک اینترنت به بات‌هایی که فعالیت‌های مخرب داشته‌اند مربوط می‌شود. دوستان عزیز دقت بفرمایید فضای اینترنت چقدر درندشته. 73%ش فقط برای بات‌ها بوده، بات‌های مخرب. ترسناک نیست؟ موشک فالکون 9 اسپیس ایکس قراره تا سال 2025 3 ماهواره از آمازون رو تحت پروژه کویپر به فضا بفرسته. خیلی باحاله که اینا با هم رقیبن در بحث اینترنت ماهواره‌ای، ولی به هم کمک می‌کنن به فضا برسن. این ویدیو رو قبلاً دیده بودم، اما حالا دارید نسخه تکامل یافته ترش رو میبینید. از طریق AR دارن مسابقات بسکتبال NBA رو به صورت سه‌بعدی میبینن. Real time. And that is amazing. یه تأخیری داره. هیجان انگیز نیست؟ خیلی هیجان انگیزه. هوش مصنوعی جدید گوگل با الهامات شما ساز براتون خلق میکنه و تا 100 ساز میتونه تولید بکنه. میتونی بگی صداش مثلا عجیب باشه، خوش ریتم باشه و بر اساس اون
چی کار میکنه؟ ساز براتون خلق میکنه. جذابه. تا امروز من هوش مصنوعی هایی که موسیقی تولید میکردن رو دیدم، آن چیزی که خروجیشون بوده کیفیت صدای خیلی پایینی داشته، ولی چیز جذابیه. وای، ببینید، یکی از مهمترین اهدافی که برای هوش مصنوعی در نظر گرفتن از بین بردن سد زبانی، language barrier، که میگم ما یه کار میکنیم با هوش مصنوعی، من با شما فارسی صحبت میکنم ولی در گوش شما مثلا نیویورکی پلی میشه، یا بالعکس شما نیویورکی صحبت میکنید در گوش من فارسی پلی میشه، بی درد سر. در همین راستا متا یک هوش مصنوعی جدید رو معرفی کرده تحت عنوان سیملس. یک مدل جدیدی از هوش مصنوعی هستش که به صورت آنی که نه، ولی خیلی سیملس، بی درد سر صدای شما رو ترجمه میکنه به زبان دیگری، و همونطوری که میبینید زبان انگلیسی رو به فرانسوی یا دیگر زبانها تبدیل میکنه، بدون اینی که میمیک چهره شما مصنوعی بشه، خودش به جای شما صحبت میکنه. That is amazing. به گفته خود متا، این اولین سیستم در دسترس عموم است که ارتباط کلامی بین زبانی رو در لحظه فراهم میکند. خیلی جذابه. مایکروسافت احتمالاً ویندوز 12 رو در خرداد ماه سال 1403 منتشر میکنه. به به. آخ جون ویندوز جدید. عشقم ویندوز جدیده. تصاویری از گلکسی A55 رو دارید مشاهده میکنین دوستان. دقیقاً این مدل سال گذشته، فقط اینی که حواشی خمیدگیشون کمتر شده. بیا نگاه کنین، این گلکسی 54 اگر بتونم به شما نشون بدم، حواشی گلکسی 54 کمی خمیدگی داره، بیزی طوره، اما گلکسی 55 این چنین نیست و صافه. به علاوه اینی که در بخش دکمه هاش یه برآمدگی میبینید که همچنان بیزی نگرش میداره، ولی در بخشی که دکمه نداره صاف و تخت شده. طراحی دیگه اینا واسه خودش، خیلی فلت کردن کارو. اپل به صورت ناگهانی آپدیت 17.1.2 عرضه کرده برای گوشی های آیفونتون که تو داخل اون یه سری باگ های امنیتی رو رفع میکنه. ببینیم، برای بنده هم اومده است، باید اومده باشه. سلامت بشین. خب سلامی. 17.1.2 هم برای بنده آپدیتش اومده، دانلود کنی، چون که موضوع فیکس کردن یه سری باگ امنیتیه. گوشی Honor X7B به صورت رسمی به عنوان یک گوشی میان رده از آنر رونمایی شده. 108 مگاپیکسل دوربین اصلی، قیمت $249، خیلی کم قیمتش، ولی از اون طرف هم چیز شاق و قمری اصلا نیست. چیپست اسنپ دراگون 680 قطیقه، 4G رو پشتیبانی میکنه، نمایشگر 6.8 اینچی LCD نمایشگر بزرگی داره، 1080-90 هرتزی هستش، دوربین سلفیش 8 مگاپیکسل، دوربین 2 مگاپیکسلی ماکرو، 5 مگاپیکسلی خیلی عریض، یعنی تو دوربین های جز دوربین اصلیش ما بقیه دوربین ها فکر کنم مثلا تمرکزی روش داشته باشن، گرچه همون دوربین اصلی هم عمل کرده خوبی نخواهد داشت. باتری اصلی 6000 میلی‌آمپر ساعت، شارژ سریع 35 واتی رو پشتیبانی میکنه، 128 تا 256 گیگ حافظه داخلی و 6 تا 8 گیگ رم و اندروید 13 و مجیک او اس 7.2. یه گوشی کسل کننده دیگه از آنر. به نظر من بهترین گوشی ها و هیجان انگیز ترین گوشی های میان رده سال رو تیز میزنه، شیائومی میزنه، امکانات باحالی بهش میده. بحث شیائومی شد، ردمی نوت 13 پرو و نوت 13 پرو پلاس احتمالش هست که در اروپا با قیمت 449 یورو برای نسخه 15-12 گیگابایتی رونمایی بشن. اینم رخ کاره. میبینید شیائومی ردمی نوت 13 پرو و نوت 13 پرو پلاس احتمال میدم به زودی در اروپا با قیمت 449 یورو برای نسخه 512 لانچ بشه، اوایل سال 2024 در نظر بگیریم. اینم ظاهر کاره. برای سال 2023 مثل هوز باس رنکینگ بهترین گوشی سال 2023 رو انجام داده و نتیجهش این شکلی شده. بهترین گوشی تاشو در جهان و وان پلاس اوپن معرفی کرده. منم باش موافقم، چون چند وقت پیشا توی مراسم اوپو که قرار گرفتیم با وان پلاس اوپن کار کردم، باریک، سبک و قدرتمند مثل سامسونگ با دوربین سلفی بهتر. بهترین گوشی کوچولو در جهان اکسپریا 5V
58 اینچی اگه اشتباه نکنم، بهترین باتری رو اکسپریا 10V داره، بهترین گوشی که نسبت سال 2022 رشد کرده موتورولا HC اولتراست، ایسوس ROG فون 7 بهترین گوشی گیمینگه، بهترین دوربین آیفون 15 پرو مکس داره، بهترین گوشی اقتصادی پوکو ایکس 5 پرو هستش، بهترین میان رده پیکسل 7A از گوگل و گوشی بازنده سال آیفون SE، بهترین گوشی سال هم او گالکسی S23 اولترا و آیفون 15 پرو مکس بهترین گوشی های سال. موافقم باهاش کامل. خلق خبر امروز در این لحظه 8:55 دقیقه به پایان میرسه. ممنونم که مثل همیشه حامی برنامه هستین. اگر خبرهامون چیز خاصی نبود آخر هفتهمون وریاست دیگه، دست من نیست. دوستتون دارم، روز بسیار خوبی در انتظارتون باشه. منتظر خانه هوشمند در اینستاگرام و یوتیوب باشید. خدا یار و نگهدارتون. خدا حافظ.